ویلکومن بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من کارا هستم، منم پرنسس الی هستم و امروز قراره به موزیک ویدیو فال از توماج صالحی عزیز ریاکت بریم. دیگه بریم ببینیم چه کرده این بچه که خیلی شجاعه. کف خیابون اصلا شجاعتش رو واقعا میبینم، عشق میکنم. دمش گرم. همه چیش رو گذاشته این وسط، حالا یه عده هم میگن نه این از خودشونه اومده چیز کنه. من که فکر نمی کنم، منم اینطوری فکر نمی کنم. مثل بقیه مردمی که شجاعن و میرن اون وسط از جونشون و زندگیشون گذاشتن، تو ماچ هم به نظرم همینطور. دقیقاً همینطوره. از یعنی میهنشو دوست داره، وطنشو دوست داره، مردمشو دوست داره که میره وسط و دمش گرم. تو این موقعیت هم یه سر داره موزیک و موزیک ویدیو میده بدون معطلی. Let's go. فکر کنم مثل سبک موزیک پوتک و اینا هستش، فکر میکنم دریل باشه سبک موزیکش. آره فکر کنم. از کف میایم به راس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنی. 44 سالتون سال شکست فجی، اون روز همه داره دهن میپرید. از کف میایم به راس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنی. 44 سالتون سال شکست فجی، اون روز همه داره دهن میپرید. دقیقاً چیزی که الان داره اتفاق میفته، همشون آره از کف میایم به راس هرم و یه شوی میکنیم که کف و خون بالا بیارین. واقعا تا الان که بالا بود. دقیقاً. و 44 سال تازون دین، ولی الان دیگه خودتون هم به خودتون رحم نمیکنید. همتون دارید به جون هم افتادید مثل سگ. یه چیزی که منو خیلی خوشحال کرد، موزیک ویدیوش زیرنویس انگلیسی فکر میکنم داره و این خیلی خوبه برای کسایی که فارسی زبون نیستن و این ویدیو رو میبینن. خودش اطلاع رسانی هست، چون قشنگ داره اطلاع رسانی میکنه اتفاقایی که داره میفته رو. دمش گرم. همه دارید به هم میپرید. بگوام من فال گیرم، تو قهوه نظام سار دیدم. یه شیر داشت شغال شکار میکرد، تو روز بود تعبیر خواب نی. نه قهوه زدم براتون فنی، باید تحمل کنید تلخیش. همین اول کار شدیم تشبیه به فنجونه که تونل بکی چپ میشه. میره شیرش مثل ما یکم سب کن، نیت که کردی حالا بزن انگشت. گوشه یه میزم بذاریم برق و لازم میشه وقتی بشنوی همشو. یه سر چقدر خفن داره میخونه و چقدر قشنگ داره میگه و یه جورایی هم به سخره گرفتتشون با این چیز. اون نمیدونم شنیدین یا نه، 100% همه شنیدن. میگن که حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه ای و اینا چی دارن، لشکر جنی و از اینجور چیزا میگن دارن. یعنی انقدر با خرافه و خرافه پرستی و خرافه پراکنی این حکومت بزرگ شده و اومده بالا که الانم با همین توماج داره میگه برات فال میگیرم. چیزی که خودتون دوست دارید، فالتو برگردون انگوش بزن تا برات بگم، فقط حواست باشه که خیلی تلخه این قهوه. آره، عجلم نکن مثل ما یه ذره سب. دقیقا. و لازم میشه وقتی بشنوی همشو. یه سخت میبینم وسط فال، هم گارد ویژه هم طلب هان. یه دست با کت شلوار کروات، یا وصله به اختلاس یا وصله به ران. از لابیای اون ور آب، روزنامه نگار و خبرنگار، تا هنرمندای جیره بگیر، با دادگاه شدن طرف حساب. از دیگه خودش داره خیلی واضح میگه دیگه، همه رو داره مثلا میگه تو این فال اومده و اشاره هم میکنه به نایا که کثیف‌ترین عضوشونه. دقیقاً همین که دیروز یه دونه ویدیو در اومد. میخوای اصلا یه توضیح کوتاه بده؟ شاید خیلی‌ها ندونن که نایاک چی هستش و کارش چیه. میخوای یه توضیح کوتاه بدیم راجع بهش؟ بده. ببین بچه ها، نایاک همون جمهوری اسلامی بهتر بگیم هستش که منفعت خودشون و همه چیز برای خودشون هست، فقط تو خارج از کشور. و مثلا توی این تظاهرات و این جور چیزایی که اتفاق میفته بر علیه این کثافت‌های جمهوری اسلامی، اینا میان خرابکاری میکنن که حواس مردم رو بخوام پرت بکنن، یا اینکه مثلا باعث بشن اتفاقی بیفته مثل اتفاقی که دیروز فکر کنم این اتفاق توی ونکوور کانادا افتاد که چاقو زده بود طرف به یه مرد هندی وسط تظاهرات، وسط تظاهراتی که برای ایران شکل گرفته و خب پلیس اومد و جمعش کرد. آره. یعنی میاد چهره ایران و تظاهر کننده هاشو که بر خراب میکنه، برای این اتفاق میفته رو خراب و زشت میکنه. و یا میگن این تظاهرات داخل ایران فقط به خاطر حقوق زنان و حجابه، یعنی اون اصل مطلب رو بیان نمیده. دقیقاً. یعنی میان یه چهره خوشگل پیچیده شده ای ازش نشون میدن، اصل مطلب رو نشون نمیدن. خیلی واضح تر گفتی تو.
دادگاه شدن طرف حساب، از بسیج بگیر تا اطلاعاتی، از پایین بگیر و برس بالایی، همه دارن میکنن تقلا، قوقایی شده مثل کارایی که آغازادار میکرد جدا، رو اسمشون جا آقا حروم میکوبید، میپرسید داراییت از کجاست، واسه یه برج چند تا جوون میکشید، یکی میندازی آغازادار جای آقاش حروم، یعنی حرومزاده ها. دقیقا گردن بقیه، یکی چندتای شاهد خریده، یه قاتل همراه یقینش هنوز دور گردنش چپیه، اون طرف فال پر از شاکی و اون ور صف دادخواهی، یکی ظلمو تو خود دادگاه دیده، چرا یکی از شاکی‌ها بازداشت میشه، یکی جوون چرا واقعا مثلا فکر کن اینجا ما بریم شاکی باشیم ما رو بازداشت کنن که همچین چیزی اتفاق نمیفته. چند سال پیش یه دختر دیشب حرفش بود با تو، یه دختر 18 ساله ای رو بازداشت میکنن، اسمش ریحانه بود، فامیلش رو اصلا یادم نیست، اگر یادتونه توی کامنت ها بنویسید برامون، ولی یه دختر 18 ساله رو بازداشت میکنن به جرم این که کسی رو که میخواسته بهش تعرض جنسی بکنه برای دفاع از خودش به قتل رسونده بود و در اصل به قتل نرسونده بود، اون دفاع از خودی که کرده بود باعث شده قتل غیر عمد صورت بگیره متاسفانه، و بعد از 2 سال این دختر رو اعدام میکنن. ببین چقدر مسخره است، دختر میخواسته بهش تجاوز بشه، برای حفظ از خودش اومده از خودش دفاع بکنه که تجاوز نشه بهش، و اون حرومزاده‌ای که میخواسته تجاوز بکنه بنابر هر اتفاقی و بدشانسی این دختر بیچاره مرده، سقط شده و این دختر سرش رفته بالایی. حالا خیلی مسخره است، میدونی که بعد پولم میداده. آره بچه ها، یعنی هممون میدونیم که اعدام نصف مرده، اعدام وقتی میخوای بشی بعد اون پولو بدی، پول دیه‌ایه. اگر مرد باشه که بخواد اعدام بشه، خانواده مقتول، خانواده کسی که به قتل رسیده از جانب اون مرده، باید پول دیه اون آقایی که میخواد اعدام بشه رو بدن. ببین چقدر وحشتناک این داستان رو فکر میکنم فیلمشو ساختن، دخترها فریاد نمیزنن سر همین داستان بود دیگه، خیلی آشنایی از اینجور داستان. ما تو خود دادگاه دیده، چرا یکی از شاکی‌ها بازداشت میشه، یکی جوونش و یکی جوونش و یکی قبل عدالت داشت تموم میشد، موی آزادی که تو با تکون میخورد، یه دل شجاع با یه زبون تون، یکی بستن صداشو که قلمش تو بند، یکی دهنشو دوختن تا نخنده بلند، یه نفر تجاوز شده بود بهش، یه تصویر داشتن ولی درنده بودن، فنجون چه سیاه تهش پر از دروغ و ریا، همه مربوط به گذشته تون، ناراحتی چرا بیراه، مگه فالتون پر از خون و خشم، جسد پیر و جوون و بچه، تاریک کل گذشته تون، رژیمی که گرفته نورو از چش، یه رود میبینم تو آینده، اینجا رونق میبینم و سازندگی ملتی رو میبینم که شادن، ببینین یکی صف شماست که بازنده این. چقدر قشنگ و زیبا و امید بخش بود این سیاهیاشو گفت. میبینم آره، و بعد رسید یه رود میبینم که اونجا رونق و آبادگی و آزادگی قرار توسط مردم باشه، و این دفعه مردم که شادن. دقیقا رو میبینم که شادن، ببینین یکی صف شماست که بازنده این. میبینم پول دیگه نداره زور، سلاح نیست دیگه به صلاحتون، هم دستگیر شدن مهره های ریز، هم دستگیر شدن همه سرانتون، حالا بردارون ورقو از گوشه پر کنن چند سطر توشه، چی فهمیدی این بار از تو شعر، واضح رب نبینم مخدوشه. آقا من خیلی دوست دارم موقعی که اینا رو میخوان جر بدن باشم، یعنی دوست داشتم همین الانم باشم، واقعا دلم میخواست باشم، ولی اون لحظه ها رو هر کسی که داره اینا رو به سزای اعمالش میرسونه، چه سعادتی نصیبت میخواد بشه، یعنی باید بوسید اون دستاتو، چه لذتی میبری. حقتونه و حقتونه بزنین بکشین جرشون بدین، چون که جونتون و جون عزیزانتون رو گرفتن، زندگی رو براتون تلخ کردن، پوچ کردن، همه افسردگی داریم، خیلی ها خودکشی کردن، پس حقتونه، نوش جونتون. واقعا دمتون گرم. زهرب نبینم مخدوشه، خدا که نه شما چه پنهونیم، بار جا شدیم همه تو فنجون، شاید بخواد قهوه رو دستگیر کنه این برگر رو به رهبر برسون، از کف میایم برس، بیا قهوه رو دستگیر کنیم برگر رو به رهبر برسون. خیلی قشنگ گفت، خیلی خوشگل کنایه زد، یعنی انقدر شما احمق و کودنین که مثلا یه شی اگه باشه که بخواد به شما آسیب برسونه، اون شی رو سری نابود می چه برسه به انسان ها. دقیقاً ببین زمان شاه انقلاب که شد، من اصلا نمیگم شاه خوبه نبده، من کلا به این چیزا کار ندارم، ولی زمان شاه که انقلاب کردن به حیوان رحم نکردن، اسب شاهو دارم میگم، به خدمتکاری که برای کاخ سلطنتی کار میکرد کار نکردن، تو شهر گردوندنش زدنش
زنده زنده سوزوندنش و جسدش رو توی سینی توی شهر گردوندن. اسب شاه و چشاش رو کور کردن، زبونش رو بریدن، دست و پاش رو شکستن و بعدم با تیر خلاصش کردن. یعنی زجرکش کردن. ببین زجرکش کردن. مجسمه شاه رو کشیدن پایین. به شیء هم اینا رحم نمی کنن. خب بیا این قهوه هم بگیر، دستگیر کن خودت خلاص کن. الان ما هم مجسمه آقاشون کتلتشون رو کشیدیم. کتلتو فکر کنم کشیدن پایین. آره وای چقدر اون سمبون بعد نگه می داشتن، خیلی سمبود به خدا، حیفه. برگر و برهبر برسون، از کف میایم برس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنه، 44 سالتون سال شکست فجی، اون روز همه دارید به هم میپرید. از کف میایم برس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنه، 44 سالتون سال شکست فجی، اون روز همه دارید به هم میپرید. ببینین آخرش هم که اومد اینجوری گفت، کلن یه دونه از همین شروبرای نظام جلوش نشسته بود. یه ایهامی که ویدیوش برای من داره، یعنی خیلی هم قشنگ بود، برداشت من اینه، شاید اصلا این نباشه، شاید تو نظرت چیز دیگه باشه یا شمایی که میبینید، ولی تو ماج انقدر گندست بالزاش، خب نمیتونن واقعا بگیرنش و امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته، امیدوارم از ته قلبم. انقدر قشنگ داره دائم در حال جابجا شدن و اینجور چیزا فکر میکنم باشه که نمیتونم بگیرنش و یه سرم وسط مردم هستش. این به نظرم ویدیوش که در برابر یکی از همین عوضی ها نشسته بود، میتونه این ایها هم داشته باشه که ببین من پیش خودتونم آدم حتی دارم، یعنی انقدر نزدیک بهتون هستم و بازم آره. نمیتونه دستتون به هم خودش برسه. خودش توی تویتا گفته بود که ما هم تو بین شما آدم داریم. 100% ما هم بین اونها آدم آره. داریم. من این برداشت رو کردم ازش. ولی اونا شجاعتشون به اندازه مردم عادی نه نیستش. دقیقا همینطوره. ولی خب همین هم خوبه که آدم دارن و اصلا خودشون دارن خودشون رو بابا میفروشن. ولی کلن من که هم با موزیک ویدیوش به ساده ترین شکل ممکن بود و به قشنگ ترین شکل ممکن، هم با خود موزیک خیلی حال کردم. تو چی؟ منم همینطور. من کلن با همه کسایی که پشت مردمن تو این روزا حال میکنم و بهشون افتخار میکنم و همه کسایی که دهناشون رو بستن و هیچ کاری نمیکنن و واقعا لعنت بهشون. دقیقا. و انقدر این بچه به فکر مردم هستش، کسایی که بهش ریاکت رفتن و دیدم توی استوریش گذاشته که دمتون گرم کسایی که ریاکت میرین به موزیک ویدیوهای من و یا به موزیکای من، نگرانتونم که فقط چهرهاتون مشخصه. انقدر این شرف داره و آدم حسابیه. واقعا دمت گرم تو ماج، خیلی عالی بود. به نظرم همه هنرمندایی که تو این روزا مردمی هستن و کنار مردمن به اندازه تو ماج با شرفن، چه خارج از کشور چه داخل. دقیقاً همینطوره. دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید تا یه ویدیو دیگه. هی دو خدافظ.